سلام، به این برنامه کلیک خوش اومدید. من هادی نیلی هستم. برای برنامه این هفته اومدیم به موزه‌ای که اسمش هست موزه‌ای که متروکه نیست، از کار افتاده نیست، ولی در واقع تشکیل شده از یه مش دستگاه‌ها و خنزر پنزرهای الکترونیکی که یه زمانی تازه‌ترین فناوری روز بودن، ولی حالا دیگه کمتر کسی ازشون توی زندگی روزمره استفاده می‌کنه. وسط این همه وسایل الکترونیکی با سر و صداهاشون هستیم که در واقع از سطل زباله نجاتشون دادن. این موزه در شهر رمزگیت در منطقه کنت، یکی از غربی ترین نقاط جنوب بریتانیا که بیشتر به ساحلای قشنگ و تفرجگاه‌های معروفه، به خصوص برای لندن نشینایی که از شلوغی پایتخت خسته میشن و میخوان نفسی تازه کنن. از سنبتل که خودش یه پا یوتیوبره، پرسیدم اصلا چی شد اینجا رو راه انداخت که خوره های نوستالژیای الکترونیکی مشتریشن. وقتی چند تا ویدیو از اینجور دستگاه ها برای یوتیوب درست کردم و کم کم روی هم جمع شد، دیگه به فکرم رسید این دستگاه ها رو یه جا جمع کنم تا به آدم ها نشون بدم. از یه چیز مجازی توی دنیای یوتیوب تبدیلش کنم به یه چیزی در زندگی واقعی، چیزی که مردم بیان و بتونن لمسش کنن. پول این موزه اول از همه از طریق درآمد کانال یوتیوب هم در میاد، آگهی ها و همینطور پولی که برام میریزن از طریق پیتریون. درآمد بلیت اینجا هم هست. خیلی خوبه که پولش در میاد، چون نمیخواستم این وسایل توی گاراژ و انباری آدما بپوسه و هیچکی نبینتشون. ارزشش رو داره. یکی از اجزای جالب این موزه ای که از کار افتاده نیست، یه اتاق سویچ مخابراته به شیوه دهه 1960 میلادی که داشتن دور مینداختن، ولی نامدن نگهش داشتن، نجاتش دادن. من اینجا با این تلفن به سبک قدیمی میخوام شماره بگیرم. 6 7 3 2. ببینیم کی زنگ میخوره. میکی ماوس زنگ خورد. فکر میکنی وسایل الکترونیکی که الان ساخته میشن رو هم بشه مثل این قدیمی ها اینقدر نگه داشت و تعمیر کرد و به کارشون انداخت؟ روش طراحی و تولید عوض شده که لوازمو کوچیک‌تر بسازن، که خب خیلی هم خوبه چون همه چی جمع و جور شده، ولی مشکل این روش اینه که دیگه سخت‌تر میشه لوازمو تعمیر کرد. یه فرهنگی هم شکل گرفته که برای آدم‌ها ارزان‌تر چیزها رو دور بندازن تا اینکه تعمیرشون کنن، که وقتی بهش خوب فکر کنیم یه جوری دیوونه کننده است. ولی خب آخه تعمیر چیزای قدیمی آسان‌تره، تعمیر شدنی‌تر بودن. میشه پیچا رو باز کرد و این تیک پلاستیک روش رو برداشت یا چسبش رو کند و تعمیرش کرد. خیلی آسون تر بود تعمیر این چیزا. تو اونی هستی که توی فامیل وقتی مثلا بابا بزرگ و مامان بزرگ و دایی و عمه چیزاشون خراب بشه میان سراغش؟ فکر کنم وقتی نوجوان بودم هر بار ازم همچین کاری خواستن چیزاشون رو زدم خراب کردم. ولی کلن توی خانواده ما آدم ها توی اینطور تعمیرها خوب وارد بودن. خیلی چیزا رو از بابام یاد گرفتم که چطور تعمیرشون کنم. فکر کنم مهارت خوبیه که آدم به ارث ببره و به ارث بذاره، که آدم خودش چیزا رو درست کنه. ولی تا حالا فکر کردین وقتی لپتاپ ها، گوشی ها و تلویزیون های کهنه‌تون رو دور میندازید کجا میرن؟ گذشتون زمانی که یخچال خونه مادر بزرگمون احتمالاً چیزی شبیه این وسایل عمرش اندازه بچه هاشون بود و هر بارم خراب میشد تعمیرش میکردن. الان دیگه کمتر وسیله طولانی مدت دوام میاره و تعمیر میشه. مثلا همین گوشی‌های تلفن همراهمون، سازنده‌هاش دنبال اینن هر دو سه سال یه بار گوشیمونو با یه مدل جدیدتر از همون تولید کننده عوض کنیم. برآورد میشه که ما انسان‌ها روی هم هر سال 50 میلیون تن زباله الکترونیکی تولید میکنیم، ولی از این همه فقط چیزی حدود 1/4 زباله الکترونیکی رو میشه بازیافت کرد. این خبر خیلی بدیه، به خصوص که این دستگاه‌ها داخلشون کلی مواد شیمیایی سمی هم دارن. تلاش‌های متنوعی جاهای مختلف دنیا داره میشه که کمی از این مشکل کم کنند. مایکل کالوکی هم رفته در کنیا سراغ شرکتی که داره سعیش رو میکنه. اینجا دندوراست، منطقه‌ای به مساحت 120 هزار متر مربع در حومه نایروبی که یکی از بزرگترین محل‌های دفع زباله نه تنها در کنیا بلکه در شرق آفریقاست. با اینکه 20 سال پیش اعلام کردن ظرفیتش کاملا تکمیله، هنوزم روزی بیش از 800 تن زباله اینجا خالی میشه. بخش عمده‌ای از این زباله در چند سال اخیر زباله‌های الکترونیکی بوده. مرد و زن و بچه هر روز دارن تل زباله‌ها رو می‌جورن تا قطعات الکترونیکی پیدا کنن. قطعاتی مثل مادربرد، باتری، کابل و خلاصه هر چی بشه فروخت.
این شغل برای این جایی که از مناطق به شدت محروم به حساب میاد به یه منبع مهم درآمد تبدیل شده. به یکی از بخش‌های این محل دفن زباله اومدم تا با یکی از افرادی که زباله الکترونیکی جمع می‌کنن صحبت کنم. هزاران نفر اینجا مشغول کارن، در جایی که برای کار کردن خطرناکه. یکیشون استنلی مونگیه. اینجا زباله الکترونیکی زیاده. چیزهایی مثل مادربورد پیدا می‌کنیم و بعضیشون رو تعمیر می‌کنیم. بقیه رو برای قطعات یدکی استفاده می‌کنیم. هر چی رو که نتونیم خودمون استفاده کنیم به خریدارهای چینی می‌فروشیم. زباله الکترونیکی خریدار زیاد داره، اما خیلی آسون پیدا نمیشه. تعدادشون کمه و خریدارها زیاد. اینه که قیمت میره بالا. ما این زباله الکترونیکی رو کیلویی می‌فروشیم. خریدارها برای هر کیلو 1500 شیلینگ میدن، حدود 6 دلار. استنلی از سال 2002 داره اینجا کار میکنه. اون تک والده و میگه چاره‌ای جز کار در اینجا نداره. کار خطرناکیه ولی مجبوریم انجامش بدیم، وگرنه گرسنه نمیمونیم. یکی از انگشتام هنگام کار اینجا قطع شد، ولی مجبورم اینجا کار کنم تا از پس مخارج زندگیم بر بیام. به گفته ی استنلی انگشتش رو یه تیک شیشه قطع کرده. این نوع آسیبا اینجا رایجه و دسترسی به هیچ ابزار محافظتی ندارن. اما خطرهای بزرگتر از این هم براشون وجود داره. اونا در معرض مواد سمی مثل سرب، جیوه و کادمیوم قرار میگیرن. این مواد شیمیایی میتونن به منابع آب منطقه هم نشت کنن. علاوه بر اون گازهای مضری که بعد از سوزوندن زباله‌های الکترونیکی استنشاق میکنن. کنیا فقط 1% زباله‌های الکترونیکی رو بازیافت می‌کنه و این مشکل فقط مختص کنیا یا قاره آفریقا نیست. برای مثال آمریکای شمالی فقط 15% زباله‌های الکترونیکیش رو بازیافت می‌کنه. بازیافت غیر رسمی و جزئی زباله‌های الکترونیکی رویه معمولی بوده، اما حالا یه سازمان هست که امیدواره بتونه در این وضعیت تغییر ایجاد کنه. بخشی از زباله‌های محل‌های دفن زباله شبیه دندورا به این مرکز زباله‌های الکترونیکی میرسه. می‌خوایم بریم ببینیم وقتی میان اینجا چه فرایندی رو باید طی کنن. مرکز زباله‌های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی انواع زباله‌ها رو اینجا جمع و بازیافت می‌کنه. از رایانه و گوشی بگیر تا صفحه‌های خورشیدی و یخچال. دفتر مرکزیش در نایروبی به کارگاه‌های مرتبطی متصله. در یکی از اونا کارشناس‌ها رایانه‌ها و تبلت‌ها رو آزمایش و بازسازی می‌کنن تا بشه دوباره ازشون استفاده کرد. هر دستگاه و وسیله‌ای هم که دیگه غیر قابل استفاده باشه می‌فرستن به اتاق اوراق تا قطعه‌های به درد بخورش جدا بشه. توی یه اتاق دیگه از صدها باتری استفاده‌های تازه‌ای میشه تا جلوی آلودگی خاک در محل‌های دفن زباله شبیه دندورا رو بگیره. در حال حاضر 240 تن زباله الکترونیکی در سال دریافت می‌کنیم. اگرچه ظرفیت پردازش 200 تن در ماه رو داریم، یعنی مشخصه که عملکردمون خیلی خیلی پایین تر از ظرفیتمونه. دلیلش چیه که حجم زباله الکترونیکی که جمع میکنین اینقدر پایینه؟ چون آگاهی عمومی وجود نداره. اغلب مردم نمیدونن زباله الکترونیکی خطرناکه. داریم سعی میکنیم مشوق ایجاد کنیم. نقاطی به نام ایستگاه سبز درست کردیم که سطلهایی در بعضی از مغازه‌ها هست. مثلا در پمپ بنزین‌ها که میتونین گوشی قدیمی یا خرابتون رو بندازین داخل اونها. بعد از اونجا امتیاز سبز میگیرین و میتونین برین فروشگاه و باهاش دستگاه الکترونیکی جدید یا هر قلم جنس دیگه‌ای که میخواین رو با تخفیف بخرید. البته عوامل دیگه‌ای هم وجود دارن. جوزف، همه این زباله‌های الکترونیکی که در کنیا است همینجا تولید شده؟ این زباله الکترونیکی نتیجه واردات دستگاه‌های الکترونیکی به این کشوره. بعضیاشون وقتی میرسن شرایط خوبی دارن و مدت طولانی کار میکنن. بقیه عمر کوتاهی دارن. دستگاه‌های دیگه هم داریم که از کانال‌های غیرقانونی وارد کشور میشن. یعنی اون آزمایش‌هایی که مورد نیاز روشون انجام نمیشه. اما در کنارش یه سری دستگاه الکترونیکی هم داریم که به عنوان دستگاه‌های اهدایی وارد کشور میشن، ولی بیشتر از 2 ماه نمیشه ازشون استفاده کرد. با تمام این دشواری‌ها و البته پیش‌بینی‌هایی که میگه زباله‌های الکترونیکی تا سال 2050 دو برابر میشن، جوزف امیدوار مراکز و سازمان‌هایی شبیه سازمان خودش بتونن تغییر مثبتی ایجاد کنن. اما این فعالیت‌ها چه تأثیری روی معاش افرادی مثل استنلی که زندگیشون به زباله‌های دندورا وابسته است می‌ذاره؟
با پولی که از اینجا در میارم تونستم یه مغازه تعمیراتی بزنم. بنابراین بعد از اینجا هم کارم رو دارم. تا وقتی که بدنم کشش داره به کار کردن ادامه میدم. مشکل زباله‌های الکترونیکی و البته تلاش‌ها برای چاره‌جویی براش در کنیا رو دیدید. مشکلی که متأسفانه محدود به یک کشور و یک قاره هم نیست. شما با زباله‌های الکترونیکیتون چه کار می‌کنید؟ یه کار جالبی که من دیدم با این زباله‌ها می‌کنن، البته به جز راه انداختن یه موزه مثل اینجا، طراحی و ساختن زیورالاتی مثل جاکلیدی و جاقلمی و حتی گوشواره و گردنبنده. با اسکن کردن این کد میتونید برید در صفحه ما در اینستاگرام چند نمونهش رو ببینید. برامون همونجا میتونید بنویسید درباره زباله‌های الکترونیکی و راه حلاش چی فکر می‌کنید. قدیمی‌ترین وسیله الکترونیکی که شما هنوز تو خونه خودتون یا آشناهاتون دارید چیه؟ اگه دوست داشتید فیلمشو برامون بفرستید. الان روی گوشیاتون یا حداقل روی اینستاگرام و اپ‌های مشابه فیلترهایی هست که میتونید تصاویر رو عوض بکنید. ولی اگه قدیما می‌خواستین این کارو بکنین، باید همچین دستگاهی تو خونه می‌داشتین که خیلی هم دستگاه گرونی بوده، الان دیگه نیست در دسترس و باش تصویر رو عوض بکنیم اینجوری. دیگه الان روی گوشیتون اینا رو دارید. و بریم سراغ خبرهای فناوری این هفته. رئیس واتساپ به بی‌بی‌سی گفته در کشورهایی که استفاده از این اپلیکیشن ممنوعه، 10 میلیون نفر از راه حل‌های فنی استفاده می‌کنند تا به طور پنهانی به اون دسترسی پیدا کنند. واتساپ مثل خیلی از اپلیکیشن‌های غربی در کشورهایی مثل ایران، کره شمالی و سوریه ممنوعه و در ماه گذشته چین به لیست کشورهایی پیوست که کاربران را از دسترسی به این پلتفرم امن محروم می‌کنند. اما به لطف شماره تلفن‌های ثبت شده، واتساپ محل واقعی کاربرانش رو می‌دونه. از این هفته تولید کنندگان دستگاه هوشمند در بریتانیا دیگه نمیتونن محصولاتی رو که اجازه استفاده از رمزای عبور ضعیف و آستونی مثل ادمین یا 1234 رو میده بفروشن. این بخشی از قانون جدیدیه که برای حفاظت از مصرف کنندگان در برابر هک و حملات سایبری طراحی شده. این قانون شامل هر دستگاه هوشمندیه که ارتباط اینترنتی یا شبکه‌ای داشته باشه، از تلویزیون گرفته تا زنگای درب هوشمند. و این هفته مرحله نهایی بازی کامپیوتری ESL One در شهر بیرمنگام برگزار شد. این یکی از بزرگترین رقابت‌های بازی در جهانه. 15,000 هوادار بازیکنان برتر رو که برای یه جایزه $300,000 رقابت می‌کردند تماشا کردند. در نتیجه هم تیم فالکونز با شکست رقیبش بت‌بوم به پیروزی رسید. از بدیهای فناوری وقتی که به زباله تبدیل میشه گفتیم، یه نگاه بندازیم به یکی از استفاده‌های جدید هوش مصنوعی به نفع مادران باردار، اونم توی کشورهای مناطق محروم که همه به سونوگرافی دسترسی ندارن. یاسمین مورگان گریفیس تهوتوشو درآورده. در هر 2 دقیقه یک زن به دلیل عوارض بارداری یا زایمان از دنیا میره. اغلب این مرگ و میرهای مرتبط با بارداری در کشورهای مرکزی و جنوبی قاره آفریقا اتفاق میافته. در کنیا این مشکل به خصوص داره بغرنج‌تر میشه. 70% جمعیت در مناطق روستایی دورافتاده زندگی میکنن، جایی که دور از زیرساخت‌های پزشکی و کمک‌های حیاتی هستند. همه مادران به مراقبت‌های مناسب دسترسی ندارن. وسیله حمل و نقل برای رسیدن به بیمارستان همیشه یکی از مشکلات ماست. نیروی کافی خدمات درمانی برای جمعیتی که داریم وجود نداره. مشکلات خیلی زیادی داریم. همه کلینیک‌های باروری در کنیا به اندازه این یکی که در نایروبی نیرو و تجهیزات کافی ندارن. اما این امید وجود داره که فناوری که داره اینجا مورد آزمایش قرار میگیره بتونه کمک بکنه تا مادران بیشتری به خدمات نجات بخش درمانی دسترسی پیدا کنن. این اولین باره که جنیفر تونسته بچهش رو ببینه. پاهاش رو. سونوگرافی نقش مهمی در دوران حاملگی داره و کمک میکنه اطمینان پیدا کنیم همه چی داره خوب پیش میره. متاسفانه جنیفر قبلا مشکلاتی براش پیش اومده بود. ماه پیش عوارضی داشتم، ترشح داشتم. بهش گفتن مستقیم بره بیمارستان تا همه چیزو چک کنن.
وای خیلی ترسیده بودم، خیلی. فکر کردم نکنه بچه رو از دست بدم یا چیزی بشه. خوشبختانه حال جنیفر و بچه هر دو خوبه. اما در حاملگی قبلیش هم مشکلاتی داشته. مجبور شدم سزارین کنم. دکترها بهت گفتن اگه سونوگرافی کرده بودی میشد جلوشو گرفت؟ آره، گفتن میشد جلوشو گرفت. جایی که زندگی میکنی سخت سونوگرافی انجام بدی؟ خیلی گرونه و باید مسافت زیادی برم تا بهش برسم. مرکز پزشکی جاکاراندا، سازمانی که این کلینیک رو اداره میکنه، همکاری رو با گوگل قول فناوری شروع کرده تا برای نجات جان افراد یک طرح آزمایشی انجام بدن. خیلی مهمه که زنان حامله در دوران حاملگی سونوگرافی انجام بدن. اولین پایش برای رصد ناهنجاری‌های جنینی انجام میشه. ما قبلا به عنوان پرستار اجازه نداشتیم که سونوگرافی انجام بدیم. اما دیگه اینطوری نیست. این دستگاه آزمایشی سونوگرافی ویدیوهای خروجی رو به یه تبلت یا گوشی هوشمند میفرسته که باعث میشه سامانه نسبت به دستگاه‌های سونوگرافی سنتی ارزان‌تر باشه و راحت‌تر حمل بشه. در مرحله بعد هوش مصنوعی میتونه تصویر رو بدون نیاز به حضور یک کارشناس سونوگرافی تفسیر کنه. اطلاعاتی که اینجا دریافت میکنم کمک میکنه بتونم جون یه مادر یا جنین رو نجات بدم. اومدم دفتر گوگل در نایروبی تا بفهمم مدل‌های هوش مصنوعی چطور دارن توسعه پیدا میکنن و چطور افرادی رو که متخصص سونوگرافی نیستن با این مدل‌ها آموزش میدن. اگه قراره این فناوری کار رو آسون کنه و هر کسی رو بتونین آزمایش بدین باهاش کار کنه، به نظر منم میتونن یه امتحانی بکنم. حتما میتونی. اول باید برآمدگی شکم رو اندازه بگیرم و بعد ژل مخصوص سونوگرافی رو بمالم روی شکم. وقتی داری ژل رو صاف میکنی کم کم تصویر رو میبینی. آها. مرحله بعدی اسکنه. باید 6 بار حرکت رفت و برگشت روی شکم انجام بدم و اپلیکیشن دستورالعمل هر مرحله از فرایند رو در اختیارم میذاره. کارت عالیه. ممنون. فکر میکنم اگر اعتماد به نفس بیشتری داشتم میتونستم سریعتر هم انجامش بدم. بعد مدل هوش مصنوعی تصاویر رو بررسی و تحلیل میکنه و دو نوع اطلاعات کلیدی بهمون میده. اینکه جنین چند هفتهشه و وضعیت جنین یا حالت قرار گرفتنش داخل رحم. خب میگه 23 هفته و 2 روزشه. در 3 ماه دوم هستیم. وضعیت جنین، راستش نمیتونم این کلمه رو تلفظ کنم. سفالیک یعنی چی؟ یعنی سر جنین به سمت پایین و لگنه. غیر سفالیک یعنی ممکنه بریج یا ترانسورس باشه، که یعنی مادر ممکنه نیاز به سزارین داشته باشه. ما سعی نمی کنیم جای متخصصین سونوگرافی رو بگیریم. نقش انسان در مراقبت‌های بهداشتی خیلی مهمه. میخواییم ابزار مکملی در اختیارشون بذاریم. خب ما الان روی مدلی امتحان کردیم که با هدف آموزش طراحی شده. چالش هایی که این فناوری داره روی انسان های واقعی که با هم متفاوت هستن چیه؟ مدل ها رو با هزاران بیمار با پیشنه های مختلف آموزش دادیم. بنابراین مدل ها نمونه های خیلی متنوعی رو دیدن. اما گوگل همچنان نیاز داره داده متنوع بیشتری جمع آوری بکنه تا مطمئن بشه سامانه روی افراد بیشتری جواب میده. عملکرد هوش مصنوعی نسبت مستقیمی داره با اینکه داده‌ای که برای آموزشش استفاده کردین چقدر خوب بوده. پیدا کردن داده خوبم کار سختیه. یعنی این کار میتونه 1-2 سالی طول بکشه. ممکنه ببینیم در کشور الف خوب جواب داده اما در کشور ب نه. آزمایش‌ها به درد اینجور مواقع میخوره. اگه میخواین به طور گسترده ازش استفاده کنین، باید مطمئن باشین که سوگیری نداشته باشه. باید مطمئن باشین که هر کسی میتونه باهاش کار کنه. جایی برای خطا و اشتباه نداره. در کنیا چیزی حدود 100 اسکن در مرکز بالینی جمع‌آوری شده. قبل از اینکه این سامانه بخواد واقعاً در شرایط معمول استفاده بشه، به اطلاعات خیلی بیشتری نیاز داریم. با اینکه پژوهش‌ها در مرحله اولی است، اما مرکز سلامت جاکاراندا امیدوار این طرح آزمایشی آغازی باشه برای بهبود سلامت حاملگی و بارداری در کنیا. 10% of moms. فقط 10% از مادران در مناطق روستایی کنیا به خدمات سونوگرافی دسترسی دارن. اگه بتونیم از این فناوری استفاده کنیم، یه تحول بزرگ محسوب میشه. توی این موزه لوازم الکترونیکی که کهنه و مندرس شدن، یه سوال بپرسم. به نظرتون فراگیر شدن و آسون شدن دسترسی به جهان واقعیت مجازی، چه به شکل دو بعدی مثلا روی اینستاگرام و چه به شکل سه بعدی مثلا با سرمندهای جور و جور شرکت‌های مختلف، هنوزم
مثلا بازدید از موزه ها و جاهای تاریخی پر رونق میمونه؟ آیا 10 سال دیگه صف ورودی موزه ها و ساختمان های تاریخی همینقدر که الان هست شلوغ و دراز میمونه؟ خیلی ها دارن تلاش میکنن نسخه های مجازی موزه ها رو به این دنیای واقعیت مجازی ببرن. یه نمونهش رو ببینید. تغییرات بزرگی در دنیای موزه‌داری در جهان اتفاق افتاده و فناوری کلید اصلی این تغییراته. I am Shante St. Clair Ingalls. اسم من شانته سنت کلر ایگلزه و مدیر خدمات مجموعه های موزه ملی اسکاتلند هستم. ما یکی از همکاران پروژه موزه ها در متاورس هستیم. ما بیش از 12.5 میلیون شیء و نمونه در مجموعهمون در موزه ملی اسکاتلند داریم و بخش بزرگی از این قطعات اینجا در مرکز مجموعه هستند. جایی که ازشون نگهداری و محافظت میکنیم. کار پژوهشی انجام میدیم و همینطور دسترسی دیگران به این اشیا رو فراهم میکنیم. مدت زیادی داریم روی راه‌های به اشتراک گذاری آنلاین مجموعه هامون سرمایه گذاری میکنیم. هدفمون اینه که برای مخاطب دسترس پذیرشون کنیم تا بتونن برای آموزش یا حتی تفریح ازشون استفاده کنن. پروژه موزه ها در متاورس تلاش میکنه به وعده‌ای که برای ساخت موزه های مجازی داده عمل کنه. در بعضی موارد ما حتی میتونیم قطعات چیزهایی رو که شکسته بودن کنار هم بذاریم یا حتی به چیزی که نابود شده بود زندگی دوباره بدیم. این دستگاه تصویرسنجی آراگوه و کاری که میکنه اینه که در یک مدت کوتاه عکس‌های خیلی زیادی میگیره. میتونیم از این تصاویر یه مدل سه‌بعدی بسازیم. به محض اینکه شی تکمیل شد، بهینه‌اش میکنیم و برای ورود به فضای واقعیت مجازی آماده‌اش میکنیم. یکی از اشیایی که باهاش شروع کردیم این ساعت شنی بود. این از چوب‌های کلبه رابرت برن شاعر اسکاتلندی درست شده و جز قطعاتیه که به خاطر شکل و کوچکی و شکنندگیش نمیتونه دائما در دسترس باشه. با این روش میتونیم برای افراد بیشتری در معرض نمایش بذاریمش. ما اول با تجربه روی نمونه‌های بارز شروع می‌کنیم چون برامون نقش نمونه‌های اولیه و اثبات مفهوم رو دارن. افراد میتونن تجربه‌های خودشون رو از موزه بسازن و بعد بقیه میتونن این تجربیات خلق شده رو ببینن و تجربه کنن. سعی ما اینه که بعضی از مشکلات رو با فناوری از سر راه برداریم. اما یکی از موانع سر راه برای موزه‌های مجازی اینه که همه تجهیزات لازم رو ندارن، یعنی سربند واقعیت مجازی ندارن که بتونن ببینن. البته اونا دارن ارزون تر میشن و راحت تر قابل دسترسن، اما میشه یه جاهای مخصوصی داشت که تجهیزات مورد نیاز برات آماده باشه. من میتونم کاخ ادینبرا رو بردارم و نگاهش کنم. من تنها نیستم دیگه. هر کسی که از پلتفرم متاورس موزه ها استفاده کنه میتونه با اشیا و محیط های داستان خودش این کار رو انجام بده. یکی از فرصت‌هایی که دنیای مجازی برامون فراهم می‌کنه، توانایی کار کردن با مجموعه‌هایی که به عنوان موزه‌دار در دسترسته. همکاری موزه‌دارها با هم باعث میشه صداهای بیشتری وارد روایت بشن و واقعاً چیزیه که بهش متعهدیم. خیلی از موزه‌ها اینطورن، اما با استفاده از این فناوری، موزه‌دار انگار تازه سر جای اصلیش قرار می‌گیره. من شخصا فکر نمی‌کنم دنیای مجازی جایگزین دنیای واقعی میشه. اون نوع سنتی که ما در فضاهای میراث فرهنگی حول مجموعه‌های فرهنگی مادی ساختیم، صدها و صدها سال با ما بوده. جالبه ببینیم چطور میشه اون تجربه اجتماعی رو در فضای آنلاین بسازیم. اما فکر نمی‌کنم هنوز به اون آستانه رسیده باشیم. به پایان این قسمت از برنامه کلیک میرسیم. مثل همیشه میتونید برنامه‌های قبلی ما رو با اسکن کردن این کد در یوتیوب بی بی سی فارسی تماشا کنید. در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم با این نشانی. میتونید اونجا در اینستاگرام برامون بنویسید درباره اون چیزی که تو این برنامه دیدید چی فکر می‌کنید. گزیده‌هایی از برنامه‌هامون رو هم اونجا منتشر می‌کنیم. تا برنامه‌های بعد، بدرود.